خب عزیزان، پوزش میخوام. ظاهرا برنامه دچار مشکل شد و عزیزان رو از دست دادیم. من باید تحمل بکنیم تا برنامه رو دوباره ران بکنم و نمیدونم چه اتفاقی افتاده. ظاهرا به خوبی ما رو زدند. هر شبت که بابا جان خواهر من داری؟ بله بله کدمان، بریم تو برنامه ها؟ بله الان شما رو میبرم داخل برنامه. یک دنزه ایسه بله یک دنزه ایسه فهمید آقای من هست؟ بله آقای عزیز. شما الان روی لایو کدبان آصف و اگر زحمت بکشید حالا تا کدبان سروش رو من به مجموعه اضافه بکنم، یک سوالی از حضورتون داشتم. اگر ممکنه تصویر به ما بدید تا من سوالم رو از حضورتون بپرسم و در خدمتون باشم. عرض ادب دارم، ببخشید که درود بر دوستان. منو ببخشید تو اون شرایط نمیدونم چه اتفاقی افتاد که یهو لایو بسته شد. به هر حال ما یه اتفاقات میفته. بله من میخواستم تا کدبان سروش نازنین رو دوباره به جمعمون اضافه کنم یه موعظه بفرمایید کدبان آصف، و اون که دیدگاه رادیو اسرائیل در رابطه با اسلام رو برای ما توضیح بدید. من این برام خیلی مهمه، چون هر بار که به این سمت رفته شده باز جلوگیری کردن از گفتگو در این رابطه، و من استدام میکنم که شما برای ما توضیح بدید که دوستان ما، این عزیزان ما، دیدگاهشون نسبت به اسلام چیست. ببینید بابک گرامی، من برنامه هایی که خب در خود رادیو اسرائیل موجود هست و دیدگاه بنیانگذار رادیو اسرائیل رو من اجازه بدید من براتون بیارم، به اجازه بدید که من از خود متن بخونم که یک زمانی اشتباهی رخ نده. اجازه بدین من این قسمت رو بیارم. در گفتگوی با رادیو اسرائیل، جناب منشه امیر پرسشی رو از آقای امنون نتسر مطرح کردن. امنون نتسر خب در آغاز برنامه که خب در ویدیوی نخستین ما که خب قد شد شروع رفتانه من توضیح دادم خدمت دوستان، ایشون بنیانگذار رادیو اسرائیل هستند و در واقع یکی از تئوریسین هایی هستند که در بخش یهودیت و اون ناسیونالیسم که در اسرائیل هست، ناسیونالیسم یهودی، این فرد کار کردن. بعد در دانشگاه تصانی بودن که با آقای یارشادر کار کردن و خب البته خب ایران ستیزان خوب یک دیگر رو پیدا میکنن. متوجه از دیگر رو من توضیح میدم خدمتتون. ببینید از یک سو ادعا میکنن که بله ما دو ملتی هستیم که باید خب دوستدار یک دیگر باشیم. خب چنین ادعایی رو مطرح میکنن، اما در زمانی که بحث ایدئولوژی مطرح میشه، بحث ستیز اسلام با ایران مطرح میشه، ما ببینیم که این آقایون بنیانگذار رادیو اسرائیل و حتی خود آقای منشه امیر کجا ایستادن؟ کنار اسلام ایستادن یا روبروی اسلام ایستادن؟ بحثشون چه هست؟ دیدگاهشون چه هست؟ البته که خب ما از نظر شناختی که به این تفکر یهودیت داریم کاملا این افراد رو میشناسیم. من روی سخن من با اینها نیست، روی سخن من با همیهنان و ایران پرستان هست. در جهت روشنگری با چنین دستگاه مفهومی که اینها مطرح میکنن ما میگیم این حقایق رو بازگو. ببینید پرسش رو دقت کنید، جناب منشه امیر در گفتگو با آقای نفسه از ایشان میپرسن شما در گفتگوی پیشین به خیزش یک سردار یهودی در ایران به نام ابویسار طاهانی پرداختید که لشکر بزرگی برپا کرد
نیز پرداخت، ولی همانند دیگر جنبش های ملی ایران با خشونت و بیرحمی سرکوب گردید. در اینجا مایلم بدانیم که اصلا یهودیان ایران در دوران تسلط اعراب در این سرزمین چگونه زندگی میکردند. یعنی زمانی که اعراب آمدن به ایران تاخته و اون دوغن پایداری و دوغن شکوهی که ایرانیان براستی با عرق ملیشون، با شهامت، با شجاعت در برابر تازیان ایستادن و تمامی شهرهای ایران به پا خواستند، با وجود اینکه ما از داشتن یک ارتش نیرومند محروم بودیم، با وجود اینکه ارتش شاهنشاهی ساسانی شکست خورده بود، با وجود اینکه دروازه‌های اصفهان رو یهودیان به روی تازیان اسلامگرا باز کردن و از پشت به ایرانیان خنجر زدن، با وجود این همه تجاوزی که به زنان ایرانی انجام شد، با وجود این همه نابسامانی که در تمام بخش‌های ایران اینها به وجود آوردن، غارت‌هایی که کردن، ثروت‌های ایران رو به تجاوز گرفتن، شهرهای ایران رو گرفتن، ایران رو تجزیه کردن و در واقع تفکرات اهریمنی رو جایگزین کردن در ایران، ببینیم نگاه یهودیان با اعراب تازی چه بود؟ چه دیدگاهی داشتن به اعراب تازی؟ چه دیدگاهی داشتن نسبت به اسلام تازی؟ این رو من پاسخ نمیدم، بنیانگذار رادیو اسرائیل داره پاسخ میده، ایشان پاسخ میدهند. تصور نمی کنم که با تهاجم اعراب به ایران تغییر اساسی در زندگی یهودیان آن سرزمین رخ داده باشند. احتمالا عده‌ای از یهودیان نیز اسلام را پذیرفتند و به آن دین در آمدند و این نیست که عده‌ای نیز خرسند بودند از این که دین تازه‌ای آمده که به صورت خیلی واضح اعلام می‌دارد که یهودیت را می‌پذیرد و به حضرت موسی ایمان دارد، زیرا در قرآن مجید از حضرت موسی نیز با احترام بسیار نام برده شده و آیات زیادی در آن وارد درباره یهودیان وجود دارد. یعنی دقیقا اینجا داره دفاع می‌کنه، مماشات می‌کنه با اسلام و زمانی که ببینیم در برابر موبدان زرتشتی ببینیم که دروغ‌هایی رو گفتن، چه اهانت‌هایی رو به زرتشتیان و به موبدان زرتشتی کردن، در اینجا زمانی که به اسلام میرسه با نرمش، با مهربانی با اسلام‌گرایان برخورد می‌کنن، همینایی که ایران رو اشغال کردن. علاوه بر این در اسلام یهودیان به عنوان اهل کتاب شناخته شدن. متوجه هستید؟ یعنی اینها به ما کردیت دادن، این به ما گفتن شما اهل کتابی، مثل ایرانی ها که نبودن در قاضی نامه نوشته بود اینها مجوسان هستن. متوجه هستید؟ البته من از این واژه مجوس هیچ مشکلی نیست، من هیچ حساسیتی به این واژه ندارم، افتخار هم میکنم، اما نگاه این یهودیان به اسلام شد. ولی در کنار آن یهودیان را ناچار به پرداخت مالیات سرانه میکردن که جزیه نامیده میشد و آنها را اهل ذمه میخواندن، یعنی افرادی که زیر حمایت دین دیگری قرار گرفتن. البته این قوانین مالیاتی پیروان دیگر ادیان را نیز شامل میشد. به زبان دیگر اسلام این فرصت و امکان را به اقلیت یهودی در ایران داد که بتواند به زندگی خویش ادامه دهد. یعنی دارن سپاسگزار میشن، میگن که امکان رو به ما داد که ما زندگیمون رو بکنیم، مشکلی نداشتن، مانند ایرانی ها که به خاک و خون کشیده نشدن. متوجه هستی؟ ایرانی ها رو گرفتن از بین بردن. این داعشی هایی که به ایران تاختن این رفتار وحشیانه رو در نسبت با ایرانیان به ویژه زرتشتیان انجام دادن، نه شهروندان یهودی، خودشون دارن میگن، من نمیگم. البته آنها اجازه بدید، به زبان دیگر اسلام یه فرصت و امکان رو به اقلیت یهودی داد، اجازه بدیم به اقلیت یهودی داد تا اجازه بدیم من دقیقا از متن بخونم براتون، به این داد که به زندگیش ادامه دهند. البته آنها اهل کتاب خوانده شدن ولی طبیعی است که همه تنوع نداشتن و از امکان شورش و قیام علیه حکومت های محلی عرب برخوردار نبودن و دچار به پرداخت مالیات سرانه می شدن. گفتن اگر ما شورشی نمی کردیم، اعتراضی نمی کردیم، کاری ما نداشتن، دلیلی هم نداشت این کار بکنه، چون اینها ایران رو کشور خودشون نمی دونستن. اعتراض رو چه کسی میکرد؟ ایرانی میکرد. اعتراض رو ایرانیان میهن پرست میکردن که به شدت اینها رو سرکوب میکردن در شهرهای مختلف ایران، اینها رو گردن میزدن، زنانشون رو میبردن در شهرهای مکه و مدینه میفروختن، به بردگی میگرفتن، به اسارت میگرفتن، با یهودی‌ها کاری نداشتن، خودشون دارن میگن. ولی همون گونه
زمانی که در گفتگوی پیشین نیز بیان شد، اگر بخواهیم زندگی یهودیان در بابل عراق امروز را قیاس قرار دهیم، یعنی اون دورانی که بود در بابل بودن و کوروش بزرگ اینها را نجات میده و آن را معیاری برای آگاهی از وضعیت یهودیان در ایران بدانیم، زیرا در این زمینه اصلا مدارک کافی در اختیار ندیدیم. لااقل باید به این نتیجه برسیم که در دورههای مختلف با صرف نظر کردن از برخی موارد استثنایی زندگی یهودیان چندان دشوار نبوده. بنیانگذار رادیو اسرائیل داره میگه زندگی یهودیان در زمانی که تازیان به ایران تاختن دشوار نبوده، به استثنای یکی دوتا مورد. متوجه چیزی رو از دست ندادن؟ ایران دچار هولوکاست شد. متوجه هستی؟ این هولوکاست به ایران انجام گرفت و در برابر این هولوکاست اینجا سکوت میکنه، میگه به ما که آسیبی نرسید. به همین سادگی. در کنارش البته بهتر است که انسان ها در اقلیت نباشند، بهتر بود که یهودیان از استقلال ملی در کشور باستانی خود برخوردار میبودند. اینجا شاکی میشه، میگه که ای کاش ما در اونجا مثلا به ما استقلال میدادند در استقلال، ولی چنین چیزی رخ نداد و این آرزوها همه در حد اگر و اما باقی میماند. در دور سلطه اعراب و اسلام برخلاف زمانهایی از دوران ساسانیان زندگی یهودیان اینجا شرم‌آوره. زندگی یهودیان در ایران چندان دشوار نبود. کدبان چرا باید باشه؟ اجازه بفرمایید. چرا باید باشه؟ خیلی مهمه که آنها هم بردهداری میکردند، اینها هم بردهداری میکنند. خب این ایرانی بود که جلوی این کارو گرفته بوده. میگوید آقای پروفسور نتسه، بنیانگذار رادیو اسرائیل و یکی از تئوریسین‌های نسیناتیسم یهود، میگوید در زیر سلطه اعراب و اسلام برخلاف زمانهای از دوران ساسانیان زندگی یهودیان در ایران چندان دشوار نبود. یعنی در دوران ساسانیان رو داره میکوبه اینجا، یعنی در برابر ایران شاهنشاهی ایستاده و از تازیانی که ایران رو اشغال کردن داره دفاع میکنه. دوستانی که از دادگاه اسرائیل داره پشتیبانی میکنید، دوستانی که از آقای منشه امیر پشتیبانی میکنید، دوستانی که از بنیانگذار رادیو اسرائیل داره پشتیبانی میکنید و میگوید اینها دست دوستی به سوی ملت ایران دادن. عزیز من داره از داعشی هایی که ایران رو تکه تکه کردن داره دفاع میکنه. شرم‌آور هست. در ادامه میگویند، تکرار میکنم که علت این امر شاید شباهت زیادی باشد که بین باورهای مذهبی یهودیان و مسلمانان وجود دارد. اینجا دیگه کار خودش اظهار میکنه. این بحثی نیستش که سروش معراج نظر کنه. متوجه هستی؟ این بحثی نیست که شاید با سروش دفاع جانانه ای از شما شد. آقای پروفسور نتسر و این تفکر از صهیونیست، ببینید در یک چیز مشترکند. در بحث با ایران امروز هم میبینیم اسرائیل ایستاده کنار عربستان. من کاری به جمهوری اسلامی ندارم. جمهوری اسلامی اشغالگره، رژیم نیست، اشغالگر و ایران ستیز. هیچ بحثی روی این زمینه نداره. اما اسرائیل امروز کنار عربستان ایستاده. یه دلیل بنیادینش همینه. میگوید باورهای مذهبی یهودیان و مسلمانان نزدیکی وجود دارد و بین الوهیم، خداوند و الله تفاوت چندانی وجود ندارن. یعنی میگه تفاوتی وجود ندارن بین ادونا و خدا. من این باید میگم آقای باور، این صدای این برنامه رو هم اگه خواستین براتون میذارم، صدای برنامه رو براتون میذارم جدا از کتابی که دارم، صدای این گفتگوی آقای منشه امیر با نفسر هست. آقای منشه امیر، اگر رفتید این برنامه رو از آرشیو برداشتید، اول اینکه اینو دانلود کردید، دو این کتابش رو ما هم داریم، فکر نکنید که اینها رو پاک میکنید از بین میره. اسبابش موجوده، ثبت شد، تمام شد، دارم در کنارش. گوش کنید دوستان، میگوید تفاوت میان الله و ادونا ندارد. دوستانی که مخالف اسلام هستید و رفتید نوکری اسرائیلی ها رو دارید میکنید، خودشون میگن تفاوتی بین الله و یهوه وجود نداره. خلاصه شما اگه مسلمان دوست نداری بهت حاکم باشه، به حضور میتونی یهودی ها رو بپذیری. بسیاری از اصولی که در تورات و تلمود بود بیان گردیده به تدریج توسط واضحان شریعت اسلامی نیز پذیرفته شد. آقای بابک، دوستان عزیز، میگه اصولی که در تورات و تلمود بیان شد
به تدریج توسط واضعان شریعت اسلامی پذیرفته شد و پرورش یافت. به همین دلیل هست که پروفسور انصاری در بخش مربوط به موسف عمران گفته است نشاننده تخمی که بشر را به فساد موالی کشانید. یعنی میخواهد بگوید مادر فکری اسلام تورات هست و اینجا پروفسور نصر تایید کرد گفته دکتر منصور عصاری رو. دکتر مسعود عصاری نوشته ای که مطرح کردن پروفسور نصر تایید کرد و اینجا میگوید به تدریج توسط واژگان شریعت اسلامی نیز پذیرفته شد. حالا مایی که مخالف اسلام هستیم، مایی که مخالف تورات هستیم، میان میگن که آها اینا به سود جمهوری اسلامی دارن گام برمیدارن. نه عزیز من، شریعت اسلام و امروز در ایران چه کسی پیاده میکنه؟ آخوندها، در واقع آخوندها تفکرات شما یهودیان رو دارن در ایران اجرا میکنن. این نوشته و گفته خود پروفسور نتسل میگوید درود هزاران درود بر شما و پرورش یا و بسیاری از آیین‌ها و مراسم یهودی در اسلام نیز مورد قبول قرار گرفت که یکی از آنها مقررات مربوط به کفن و دفن است. خیلی هم جالبه. در ادامه آیین تبلیغ و سوگواری و آیین ختنه اسلام‌گرایان زیر مجموعه ختنه تورانی است. من که نمیگم پروفسور نتسر داره میگه، کتابش هست. آقای منشه همید این کتاب رو به نگارش در آورد. دوستان به من خورده نگید که چنین گفتایی رو مطرح کردن. ختنه بنیانگذار ختنه تورات هست و احترام به خانواده نیست از اموری بود که از یهودیت به اسلام رسید و پذیرفته شد. در دوره ساسانیان احترام به خانواده به صورتی بود که نمیدوانست مورد قبول یهودیان قرار گیرد و بی تردید مسلمانان نیز آن را رد میکردند. بنیان خانواده در ساسانیان رو رد میکنه آقای نتسه و میگه دیدگاه ما نسبت به خانواده کی هست؟ زن هست. زن یک بخشی از خانواده. درست میگه آقای نتسه، زن ستیزی شما در تورات و در اسلام یکیست و باید شما به ساسانیان ایراد بگیرید. باید شما در برابر اندیشه های پشتیبانی از زن در ایران ساسانی ایراد بگیرید. شما باید مخالف باشید چون بنیادهای خانواده در دوران ایران ساسانی درخشان هست. شما قوانین که در ارتباط با زن بود، شما خوابش رو هم نمیدیدید. شما یهودیان که یک زن بیاد در مسند و قدرت سیاسی قرار بگیره. ساسانیان دو پادشاه زن داشتن، پوراندخ و آزرمیدخ. درود باشه. دختر دو تا خواهر خسرو پرویز شاهنشاه ایران. متوجه هستید؟ در بخش زنان ها سند وجود داره که دولت ساسانی چه پشتیبانی از زن در جامعه ساسانی. شما فقط برید سکه رو نگاه کنید، سکه های دوران ساسانی که زنان و بانوان ایران شهربانوهای ایران رو در سکه حکاکی می کردن، در سکه ای که پول رایج دوران ساسانی بود. شما در اسلام، شما در یهودیت خواب این هم نمی دیدید. حرام هست این تفکر، در تفکر شما اصلا تو خواب رویاهاتون هم نمیدید. خود کشور عظیم الشان انگلستانتون که پدر خواندتون هست، صد و خورده سال پیش تازه زنان انقدر شکنجه شدن، انقدر زندان رفتن، به زنان انگلیسی آزادی داد. شما ایران دوران ساسانی رو ما مقایسه میکنیم با وضعیت زنان در کشور پدرخوانده شما، در کشور قدیم شما یهودیان انگلستان. این حرفا چه هست؟ این ریاوه هست. در ادامه میگوید بنابراین در مورد شیوه زندگی یهودیان در دوران تسلط اعراب این ارزیابی را ارائه داد که در آن دوره آنان از وضع قابل تحملی برخوردار بودند. قادسیه در ایران اتفاق افتاد، جلولا در ایران اتفاق افتاد، جویه های خون در ایران جاری شد. 1400 سال تا همین امروز این اسلامگرایان چه فضایی در ایران وجود آوردند. در دوران صفویه، در دوران قاجار، به استثنای دوران پهلوی، شما با چه وقاحتی دارید میگید ما اونجا خوب زندگی میکردیم؟ اصلا برای شما اهمیتی نداشت وضعیت زندگی مردم ایران. شما دارید از خودتون دفاع میکنید. شما میگید ما بشر دوستیم، ایران دوستیم، نمیدونم انسانیت، کدام انسانیت عزیز من؟ یک نسل
گوشی گست. شما فقط یاد گرفتید مظلوم نمایی کنید در تاریخ، با مظلوم نمایی به اینجا رسیدید. اون اول شما براتون پیدا میکنم در یک برنامه دیگه، زمان ندارم در این برنامه همه مسائل شما رو اینجا مطرح کنم، دقت میکنید. در ادامه میگوید نقطه دیگری را میخواهم در این رابطه مطرح کنم و آن اینکه شماری از اردوشیان پس از حمله اعراب در ایران باقی ماندند و شمار بیشتری از آنان از وطن خویش گریختند و راهی هندوستان شدند و در شهرهای مانند گجرات رهن اقامت افتادند. در آن دوران در میان زردشتیان جنبش از تجدید حیات فرهنگی به وجود آمد و در قرن‌های 8 و 9 میلادی به بازنویسی بخشی از کتاب‌های پرداختند که در جریان حمله و تلاش آن برای نابود کردن فرهنگ ایرانی در کتابخانه‌ها سوخته از بین رفته بود. خودش داره میگه که چه بلایی به سر این زردشتیان، این اسلامگرایان آوردند. زردشتیان مجبور شدن خاک ایران رو ترک کنند، اما یهودیان در ناز و نعمت در ایران زندگی کردند. خود آقای نصر داره میگه، میگن اینکه زردشتیان ایران رو ترک کردن رفتن هندوستان، از وضعیت نابسامان اون زمان شاکی شدن، نتونستن تحمل کنن اسلامگرایی رو، نتونستن بپذیرن این تفکرات اهریمنی اسلام رو که از تورات وارد اسلام شد، خود آقای نصر برگشت شد و اینها رو نتونستن تحمل کنن، خاک ایران رو ترک کردن شوربختانه. مثل امروز که خیلی از ایرانیان مهاجرت کردن از دست این تازیانی که در ایران حکومت میکنن. ولی شما در ایران ماندید، نه به این شرط که در برابر تازیان بایستید، گفتید در شرایط بسیار خوب، حتی بهتر از دوران ساسانی. این اوج ناسپاسی شما از ایران دوران پیش از اسلام هست، از پشت خنجر میزنید و شما روزی میرسه که از پشت این خنجر رو به تن همین کشورهای اروپایی و همین امریکا خواهید زد و آمریکا رو شما 100% زمانی که کوچکترین لرزش برای آمریکا به وجود بیاد، همونطور که اصفهان درهاشو باز کردید، اصفهان رفت و بخشای از ایران نابود شد، همون کارم با همین آمریکایی انجام میدید. این بدبخت ها ابزار دست شما شدن، ابزار لابی های شما شدن، متوجه هستید؟ در اون خواب خلبوشیشون بسن میدن. حالا از این موضوع بگذرم، ولی آقای پاوک عزیز، این بخشی که من برای شما توضیح دادم دیدگاه رادیو اسرائیل بود، دیدگاه آقای منشه امیر و آقای پروفسور نتسر بنیانگذار رادیو اسرائیل بود در نسبت با ایران، ایران دوران ساسانی و اسلامگرایان تازی. و در این بخش ما دیدیم که اینها آمدن از داعشیان دفاع کردن. این یک سند 100% معتبر، صداش هم هست، متن نوشته هم هست. این کتاب رو خود آقای منشه امیر به نگارش آوردن. در این بخش دیگه بحثه. درود بر شما. من از شما سپاسگزارم کدبان سروش، کدبان آصف. من که خیلی ممنونم کدبان سروش. خدمتتون بگم که کدبان آصف کیا اینجا تمام قد از شما دفاع کردن، حتما خودتون خواهش کردید. این تمام قد دفاع کردن دفاع شخصی نبود، از نگرش بود در حقیقت. ما چون دفاع چیزی که قابل پدافنده کشورمونه، اینجا به صورت شخصی نیازی به پدافند. یه صدای خشخشی رو من میشنوم تو برنامه. صدای من نمیدونم دوستان، آیا صدای من خشخش داره؟ نه من... نه صدایی وجود نداره. کدبان صدا احتمالاً مربوط به سمت خودتون باشه، از این بابت حالا سعی میکنیم که اتفاق نیفته تا بتونیم برنامه رو بریم. خواهش میکنم اصلی من صدای خشخش که شنیده نمیشه. نه خب، نه من صدای شما رو به خوبی و شیدایی دارم. یکی از دوستان میگن صدای خشخش بیاد و برگشت آبای من. خب من یه کاری میکنم، اجازه بفرمایید. بهتر شد؟ نه میگویند صدای اسکایپ رو ببندید. صدای اسکایپ، آخه اسکایپ الان صدای ببینم صدای اونجا رو هم بستیم. نه دوستان، من زیاد معتقد نیستم که این نشد گرفته از حمله صهیونیست و این حرفا. بله منم آبای خودم رو به گونه باستابی میشنوم.
شما وقتی خودتون سخن میگید صداتون بازگشت میکنه کدبان؟ بله بله. خب این رو واقعا الان نمیشه، فکر نمی کنم که امکان برطرف کردن. میخواید من قطع کنم یک بار دیگه برنامه؟ بله بله، منت میگذارید. خواهش میکنم، خواهش میکنم. دوستان الان صدا خشخش داره. با خب چیز اتفاق عجیب و غریبی است. من اینجا در سکوت محض هستم، حالا نمیدونم چه صدایی باشه که دوستان اینطور اشاره. الان صدای من که برگشت نداره. حالا من دکتر سروش رو دوباره اد میکنم به جمع. دکتر سروش اگر محبت بکنن یه بار یه ورود و خروج بکنن. من کدبان سروش، من میتونم از شما خواهش کنم یک بار کامل از فیسبوک خارج بشید و دوباره به ما اضافه بشید؟ شب شما بخیر جناب رامشینی. بله، حالا کدبان سروش رو هم اضافه کنیم به مجموعه. خب درود دوباره کدبان. الان صدا چطوره؟ بله خوبه، اکنون بسیار خوبه. بله بله. خواهش میکنم. درسته. حالا این رو بله. این نقشه رو که ما داشتیم نشون میدادیم برنامه قطع شد. بخش بنفش رنگش رو اگه میشه شما بخونید. نوشته پختونستان که همون پشتونستان باشه. و چی نوشته؟ جودا پختونستان. درسته؟ جودا پختونستان. کدبان این که میفرمایید رنگ بنفش نیست، رنگ سبز. ببخشید بله، رنگ سبز، من پوزش میخوام. بله. جودا پختونستان. جودا پختونستان یعنی پشتونستان یهودی. بله بله. ما در برنامه‌های بله. گذشته اشاره کردیم که اینها 20-30 ساله دارن روی پشتونها کار میکنن. بارها در تل‌آویو کنفرانس برگزار کردن که نشون بدن پشتونها یهودی تبارن، یکی از 10 تیره گمشده یهود هستن. یعنی پشتونهای ایرانی اینا تمام مشکلشون اینه که اون دروغ مستند بکنن. در واقع همه هدفشون از گفتار اینه. دقیقا. ما چقدر زمان داریم که ادوان خسروی گرامی؟ با اجازه شما قریب ما برنامه‌مون این بود که یک لایو 3 ساعته بریم، ولی الان یک چیزی قریب به حضورتون عرضم 30 دقیقه است که اون لایو دیسکانکت شده و ما میتونیم، من فکر میکنم یه یک ساعت میتونیم لایومون رو ادامه بدیم در خدمتتون. خواهش میکنم. من خواهش میکنم اون نشانی تارنمایی رو که براتون فرستادم اگر بزرگواری کنید باز بفرمایید، شماره 12 و یه دو سه بخش از بخشای آغازینشو اگر شما بخوانید من بی اندازه از اون سپاسگزار خواهم شد. حتما کدبان، اجازه بفرمایید.
تارنمای ارگانیز پن ترکیش سپرت کانفرنس این اسرائیلیه. بله بله بله. برگزاری من از فهمید که من قرارت کنم. بله بله بله. باش بکنم. برگزاری همایش تجزیه طلبانه پانترک ها در اسرائیل. یکی از فعالان باند تجزیه طلب ضد ایرانی داک به اصطلاح کنگره آذربایجانی های دنیا و دامب به اصطلاح اتحادیه ملی آذربایجانی های دنیا در باکو اعلام کرد گرد همایی سراسری گروهک دام، همش اینا دامبول دیمبول هم کم در آینده نزدیک در اسرائیل برگزار خواهد شد. به گزارش وبسایت خبری تحلیل آذری ها به نقل پایگاه اینترنتی اینترپرس، جواد درختی رئیس دام و صابر رستم خانلی رئیس داک در باکو با حضور غفار علیوف مدیر یکی از بخش‌های اداره کل اجتماعی سیاسی ریاست جمهوری آذربایجان دیدار کردند. امین خزر به اصطلاح معاون داک و دام در امور انسانی و فرهنگی اعلام کرد در این دیدار درباره فعالیت دیاسپورای آذربایجان، مشکلات دیاسپورا و راه حل‌های آن و مسائل مشخصی درباره حقوق همتباران در آذربایجان جنوبی، نام جعلی رایج در جمهوری آذربایجان برای معرفی مناطق آذری نشین ایران گفته شده است. همچنین امین خزر به پایگاه اینترنتی داک گفت مبارزه ما در راه شناساندن حقوق همنژادان ما در آذربایجان جنوبی ادامه دارد. هموطنان، جهت اطلاعاتون من این رو یادآوری بکنم که مستندات مکفی برای اینکه گروه های پانترکیسم رو جمهوری اسلامی خودش تغذیه مالی میکنه ما قبلا خدمتتون ارائه داده ایم. حالا سر این گروه های تجزیه طلب از داک و دام، دامبول و دیمبول چجوریه و میخواد قرار از سر از اسرائیل در بیاره، شما میتونید هم قسم حضرت عباس رو قبول بفرمایید هم دم به خروس رو. من ادامه میدم. مبارزه ما در راه شناساندن حقوق همنژادان در آذربایجان جنوبی ادامه دارد. هر دو سازمان در آینده نیز به همراه همدیگر فعالیت خواهیم کرد. به همراه همدیگر گرد همایی سراسری نیز برگزار خواهیم کرد. میخواهیم در آینده نزدیک گرد همایی دام اتحادیه ملی آذربایجانی های دنیا را در اسرائیل برگزار کنیم. اسرائیل دولتی مستقل است که با آذربایجان دوست است و سیاست خودش را دارد. درود بر شما، سپاسگزارم. حالا این نشانی ها رو در زیر برنامه، در برنامه به گونه نوشته کامنت میگذارم که هممیهنان بتونن این تارنمای آذری ها رو هم هممیهنان میهنپرست آذری بهش میپردازن و و پژوهشگران خوبی داره و از بزرگان بهره میبرن. ببینید، اولا در تایید حرف آصف جان که به این مسائل پرداختن و اون آقای نتسر که میگوید در دوره ساسانی جزیه بوده، جزیه بنیانگذارش یهودیان هستند. یعنی بنیانگذار جزیه یا مالیات دینی در جهان تورات است و این وصله ها به ایرانیان نمیچسبد. ببینید، این مسائل رو هم میهنان ما باید توجه داشته باشن. آقای منشه امیر در برنامهش میاد از برنارد لویس پشتیبانی میکنه و ایشون رو به عنوان یک ایران دوست معرفی میکنه. ما امروز به ادی کوهن پرداختیم و نشون دادیم که ادی کوهن از سر تا به پا ایران ستیز، دشمن ملت ایرانه، هوادار اتحاد با کشورهای عربی برای نابودی ایرانه و تجزیه ایرانه. و بعد رادیو فکستانی ران که برخی از هممیهنان ما
میرند آنجا و با اینها همکاری میکنند و در برنامه‌هاشون شرکت میکنند، میاد این توییت این از ادی کوهن، نوشته ادی کوهن رو میاد در برنامه خودش در گروه خودش در فیسبوک میگذارد. خرد، التماس خرد و پژوهش و دانش کمی. ببینید برنارد رویس رو من امروز بگویم تا این مشت آقای منشه امیری که خواهان بمباران اون سایت های اتمی یا کورهای اتمی ایران و به وجود و نجات کشی ایرانیانه، در واقع وقتی ببینید برخی واژه ها در خودش یه چیزی رو مستتر یا پوشیده یک معنی رو 100% خواهد داشت. وقتی که ایشون میگوید کوره ها باید نابود بشن، کورهای اتمی، یعنی به جاهایی که مظنون هستن که کارهای اتمی میشه، آزمایش های اتمی میشه، داره اورانیوم غنی میشه، باید یورش برده بشه. این یورش هم 100% کشتار گروهی و کشتار جمعی ایرانیان رو به همراه داره و آلوده کردن زیست بوم ایران رو. ایشون نمیاد این ببینید جمهوری اسلامی عربی به حکم تاریخ و با همبستگی ایرانیان ریشه‌کن خواهد شد و هر چیزی که در ایران هست متعلق به ملت ایران است و دارایی ملت ایران است. ببینید برنارد لوئیس رو من براتون بهش اشاره بکنم. برنارد لوئیس که کارشناس جهان عرب و اسلام و عثمانی است، این فرد یکی از پرنفوذترین اسلام شناسان و عرب شناسان در سراسر جهان بوده. تا پایان عمرش هم که نزدیک به 102 سال عمر کرد، مشاور همه رئیس جمهورهای آمریکا، دولت‌های آمریکا و نخست وزیران اسرائیل بوده. ببینید این آقای برنارد لوئیس تا اندازه‌ای نوشته‌هاش کاربرد داشته که گلدا مایر یکی دو تا از مقاله های ویژه آقای برنارد لوئیس رو توصیه میکنه به تک تک اعضای کابینش که حتما اینها رو بخونن. چرا؟ چون در اون مقاله ها با سند و مدرک به باور خودشون ثابت شده که چیزی به نام فلسطین وجود خارجی نداشته و در سراسر تاریخ و اونها از عربستان کوچ کردن به فلسطین، خب، و از عربستان کوچیدن و اینها هیچگاه فلسطینی در درازای تاریخ وجود نداشته. حالا تورات میاد به فلسطین اشاره میکنه، منظورش چیه دیگه باید از این دروغگویان مشهور و سرشناس تاریخ پرسید. ببینید چرا برنارد لوئیس خیلی مهمه نقشش برای ما ایرانی ها و باید برنارد لوئیس رو بشناسیم، به دلیل اینکه ایشون در چند دهه گذشته نسلی از خاورشناسان آمریکایی و انگلیسی رو تربیت میکنه که متخصص در تجزیه خاورمیانه و بازگشت فئودالیسم به خاورمیانه هستند. در سال 1916 در یک خانواده تندرو اشکنازی در لندن زاییده میشه و در 2018 هم میمیره این فرد. به 15 زبان زنده و مرده دنیا هم ایشون چیز داشته، چیره بوده، انسان باهوشی بوده. با آغاز جنگ جهانی دوم به ارتش بریتانیا میپیونده و سپس منتقل میشه به بخش عربی سازمان جاسوسی بریتانیا و ایشون پس از جنگ هم به عنوان افسر اطلاعاتی در وزارت امور خارجه بریتانیا کار میکنه، یعنی مأمور اطلاعاتی بوده. و از 1949 تا 74 ایشون برمیگرده. ببینید تازه 49 برمیگرده، جنگ جهانی دوم کی به پایان میرسه؟ حدود 45. و این 49 برمیگرده به سواس و کرسیدار تاریخ عثمانی و اسلام میشه. سال 1950 یک سال رو در ترکیه به سر میبره و تمام آرشیوهای عثمانی رو، مورد آرشیوهای ترکیه رو که در رابطه با عثمانی بوده و مسئله فلسطین، ایشون مورد بررسی قرار میده. نوشته هاش بسیار بسیار بررسیش از سوی ایرانیان مهمه، چون زیربنای تفکر دولت آمریکا و عمل کردیش بوده، به ویژه در دوران کارتر و همچنین در دوران جورج بوش پدر و پسر و به ویژه در نقشش برای یورش به عراق. و ایشون یک کتابی داره اگه نادرست نگم به نام یادداشت‌های درباره یک قرن که در اونجا اشاره میکنه این فرد
که چند ماه پیش از چاپ این کتاب در کردستان عراق به سر می برده که بتونه طرح تجزیه کردستان رو به پیش ببره. یعنی ایشون یک راسیست، یک صهیونیست همه جانبه که تمام زندگیش رو گذاشت برای اینکه بتونه چه در انگلیس چه در آمریکا به صهیونیسم خدمت بکنه و به اسرائیل بزرگ خدمت بکنه. و این آقا به عنوان پدرخوانده اخوانان المسلمین در مصر و شاخه شیعش در ایران که فدایان اسلام باشن شناخته میشه. این فرد رو ما باید بشناسیم، باید بفهمیم چرا منشه امیر میاد تعریف و تمجید میکنه از یک ایران ستیز سرشناسی مانند برنارد لوئیس، یا برنارد لوئیس هم به ایشون گفته میشه. و این فرد در مقاله های پیش از سال 57 رو اگر هم میهنان ما بررسی بکنن، اشاره به این داره که ایران به دنبال اینه که تک ابرقدرت منطقه بشه و این قدرت طلبی دولت ایران و شاهنشاه ایران به زیان منافع غرب در منطقه است. غرب باید به این مسئله فکر بکنه که تنها حامی و پشتیبان منافع غرب در منطقه اسرائیل ولا غیر. و یکی از افرادی است که متقاعد میکنه، ببینید در سال 1963 که سال روی دادن انقلاب سپید هست، انقلاب که انقلاب راستین شاه و ملت بوده، خمینی در اون زمان با جنجالی که به پا میکنه و مسئله براش پیش میاد و زندان میشه و باش برخورد میشه، خمینی با کندی چیز داشته، خمینی با کندی نامه نگاری داشته و در اسنادش دیگه امروز ثابت شده است، در برابر چشم همگان گزارده شده که به کندی میگه این آمریکا ستیزی که در سخنان من هست رو جدی نگیرین. بله امروز دیگه ثابت شده که آقای خمینی با کارتر نامه نگاری داشته، 100 میلیون دلار به خمینی کارتر، دولت کارتر، دولت آمریکا کمک مالی میکنه و خمینی به کارتر قول میده که صادرات نفت ایران به آمریکا قطع نمیشه. و ببینید اینها رو من همه رو دارم تکه تکه میگم و خیلی مختصر. ایشون با یه فرد دیگری که اون هم از بلند پایگان سازمان جاسوسی بریتانیاست به نام خانم آن لامپتون، میس که بهش میگن خانم آن لامپتون، کتابی دارن که نوشته لامپتون ای لویس بی، یعنی برنارد لوئیس، ریکانسیدریشن آف ده پوزیشن آف ده مرجع تکلیت اند ریلیجیوز اینستیتوشنز استودیا اسلامیکا در سال 1964. ببینید یعنی چی؟ یعنی بازنگری جایگاه مرجع تقلید و سازمانهای مذهبی. این دو جاسوس بریتانیا و این فرد صهیونیست راسیست ایران ستیز یعنی آقای برنارد لوئیس میاد در این کتاب میگویند که مرجع تقلید و یا که جایگاه حکمیت داره، یعنی جایگاه داوری یا قضاوت داره و بزرگی داره که باید بزرگی بکنه برای دیگران، این باید به حاکمیت تغییر بکنه، یعنی بشه همون پروژه ولایت فقیه. یعنی اینها در کتابشون به همراه این دو نفر در کتابشون ایده ولایت فقیه رو می آفرینند، بهش بال و پر میدن و شناخته شدهش میکنن. و خمینی 5-6 سال بعد از اینه که میاد اون، نمیدونم رساله 13 گانش چیه، نام این رو اکنون به خاطر ندارم، میاد در اونجا اشاره میکنه به این مسئله. این برنارد لوئیس کسی بوده است که چرچیل رو متقاعد میکنه که رضا شاه بزرگ باید از ایران بیرون بره، تبعید بشه. و کسی است که بله ایشون از کسانی است که چرچیل رو متقاعد میکنه که رضا شاه بزرگ در ایران نباید بماند چون برای منافع بریتانیا خطر دارد. این فرد کسی است که دشمن محمد رضا شاه پهلوی بود و غرب رو متقاعد کرد که قدرتگیری سال به سال ایران، دولت ایران و شاهنشاه ایران و مردم ایران 100% به زیان غرب تمام خواهد شد. شما ببینید گفتگویی که شاهنشاه دارن پیرامون مافیای رسانه‌ای صهیونیست ها اشاره به چی دارن. پادشاه ما میدونستن که اینها دارن چی کار میکنن.
این مافیای مافیای رسانه صهیونیست بود که مرتبا پیرامون ایران و به ویژه شاهنشاه روانشاد محمد رضا شاه پهلوی بدگویی میکردن و اصلا خالق شورش 57 و مسئله ولایت فقیه همین برنارد لوئیسه که مأمور بلندپایه اطلاعاتی انگلستان بوده است و تا پایان عمرش مشاور همه نخست وزیران اسرائیل بوده است. بعد آقای منشه امیر میاد از همچین ایران ستیز ایران ویران کنه، کسی که طراح طرح تجزیه ایران و ایرانستان به دنبال تشکیل کردستان بزرگ، با اون سن 100 سالگیش بلند میشه میره چند ماه پیش از چاپ کتابش بلند میشه میره در کردستان عراق برای که نظارت بکنه بر مسئله تجزیه کردستان عراق. و ببینید این فرد برای خوشایند ترکیه و پانترکیست، جریان‌های پرنفوذ پانترکیست در ترکیه نسل‌کشی ارمنیان را دروغ می‌دانست. دادگاهی در فرانسه در 1995 او را محاکمه و مجبور به پرداخت جریمه قابل توجه کرد به جرم غرض‌ورزی و کوتاهی در وظیفه‌اش به عنوان یک تاریخ‌دان با وجدان و بی‌طرف، یعنی به خاطر توهین به ارمنیان و دروغ دانستن نژادکشی ارمنیان که با صدها و هزاران مدرک ثابت شده است، دادگاهی در فرانسه این فرد رو در 1995 محکوم می‌کنه. 95 تا 2015 20 سال، 24 سال پیش، یعنی آقا پارسال هم فوت کرده، آقا در سن 80 سالگی 78 سالگی میاد در سن بالا پس از این همه تحقیق و پژوهش برای خوشایند جریان پانترکیست میآید میگوید که نژادکشی ارمنیان دروغ بوده است. او در کنفرانس ایران در تاریخ 18 ژانویه 1999 در مرکز موشدایان دانشگاه تلاویف در مورد ایران میگوید در 2000 سال گذشته هیچ کشورگشای یا نیروی خارجی نتوانسته بر زبان و فرهنگ ایرانی اثرات بنیادی بگذارد و این یکی از نشانه های فرهنگ برتر است و فرهنگ برتر همیشه بر فروتر چیرگی یافته. او فرهنگ ایرانی را خطری برای منافع غرب و صهیونیسم به شمار می‌آورد و او در یکی از گردهمایی‌های بیلدربرگ در ماه می 1979 در اتریش اعلام می‌کند تنها راه رویارویی یا مقابله با چنین فرهنگی نابود ساختن آن است و پیشنهاد تجزیه ایران در خطوط قومی زبانی به ویژه در میان عرب‌ها، بلوچ‌ها، کردها و آذری‌ها را ارائه می‌دهد. استاد شاپور سورن پهلو یک نوشته ارزشمند، ایشون مقاله های ارزشمندی دارن، تارنما دارن، در فیسبوک ایشون فعال هستن. از همیهنان خواهش میکنم نوشته های استاد شاپور سورن پهلو رو بخوانند و مقاله‌ای دارن به نام آخوند غرب صهیونیست مثلث شیطانی برای تجزیه ایران. به همین مسائل ایران ستیزی راسیست صهیونیست ادی کوهن، کسی که مورد علاقه منشه امیرو و باند اون رادیو فکستانی رانی و رادیو پیامه، رادیو ران و رادیو پیامه پرداخته ایشون. همچنین ایشون به تفصیل و به زیبایی و با ده ها سند و مدرک به ایران ستیزی و دشمنی برنارد لوئیس با ملت ایران، با پادشاهی ایران، با دولت ایران و یکپارچگی سرزمینی ایران ایشون پرداخته است. من اگه زمان بدین من یه چند بخش کوچک رو از کتاب پول خون نوشته آری بن منشه بخونم اگه پروانه بدید. خواهش میکنم کلبان. ما فقط جهت اطلاع عرض بکنم که قریب 12 دقیقه دیگه بخوایم برنامه رو ببندیم. خواهش میکنم. من اجازه بدین. این آقای آری بن منشه، نوشته آری بن منشه، ترجمه روانشاد پروفسور مسعود انصاری است. آری بن، من یه بخشایش رو براتون میخونم. خودش در تهران در 1951 اگه نادرست نگم زاده میشه. خود ایشون داره در صفحه 42 کتابش میگه که اسرائیل یک شبکه اطلاعاتی در داخل تهران داشت که از کلیمی‌های ساکن آن شهر تشکیل شده بود و دارای اطلاعات با ارزشی درباره نیروهای مخالف رژیم در پایتخت بوده. یعنی تعجب نکنن همیهنان ما که اگه امروز با منشه امیر و باندش و دار و دسته اراذل اوباش ایران ستیزش دارن ایران ستیزی میکنند، تعجب نکنند و شگفت زده نشوند. خود این افسر
اطلاعاتی بلندپایه موساد داره در کتابش میگه. مطلب دیگه، در ماه دسامبر 1978 هنگامی که کوشش به عمل آمد با خمینی گفتگوی ترتیب داده شود، اسرائیل میخواست بداند هنگامی که او در ایران قدرت را به دست میگیرد، یعنی 1978، برنامهش چه خواهد بود. مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل با عقیده سازمانهای اطلاعاتی این کشور مبنی بر اینکه گفتگو با خمینی ضرری به بار نخواهد آورد موافقت کرد، ولی مشکل این بود چه کسی باید از جانب اسرائیل با خمینی دیدار و گفتگو بکند. این وظیفه بر عهده شخصی که کمتر کسی میتوانست فکر کند چنین شخصی برای انجام این کار گزینه شود استوار گردید. این شخص روت بن دیوید بود. در اوایل دهه های سالهای 1950 این بانوی کاتولیک فرانسوی زیبا و مهربان در پاریس به سر می برد و کلیمی های ارتدوکس تندرو اورشلیم را که از پاریس دیدار می کردن مورد پذیرایی و مهر خود قرار می داد. خیلی مهربون بوده. یکی از کلیمیانی که در پاریس از پاریس دیدار کرد خاخام امرام بلاو، رهبر یک فرقه ارتدوکس کلیمی تندرو در اورشلیم بود که او را نتوری کارته به معنای نگهبانان دژ می خواندند. این شخص همسرش را از دست داده و در پی جستجوی زنی برای خود بود. امرام بلاو به خانم رود به دیوید که دارای زیبایی شگفت انگیزی بود معرفی شد و حالا اینا با هم ازدواج میکنن. خانم رود به دیوید نیز به دین کلیمی ارتدوکس تغییر آیین داد. شوهر رود بن دیوید پیش از پوزش میخوام پیش از مرگ اغلب به ترکیه مسافرت میکرد و در سمینارهایی که از خاخامهای کلیمی و ملاهای شیعه‌گری برای گفت و شنود مذهبی و اینکه چگونه میتوان الهیات را به حکومتهای زمینی برگرداند با شرکت میکرد. در این مسافرتها روت بن دیوید، یعنی همین خانمه، همراه شوهر خود به ترکیه میرفت و با روح الله خمینی که در آن زمان به ترکیه تبعید شده بود آشنا گردید. پس از درگذشت خاخام بلو، پسری که وابسته به ازدواج نخستش بود، رهبری نتوری کارتر را به عهده گرفت، ولی قدرت رهبری فرقه مذکور در عمل در دست بانو روت بن دیوید بود. مناخیم بگیم نخست وزیر اسرائیل به روت بن دیوید مأموریت داد در پاریس با خمینی دیدار کرده و نظر او را درباره روابطش با اسرائیل و نیز طرز فکرش راجب به یهودیان ایران پس از رسیدن به قدرت جویا شود. حالا احتمالاً این آقای آری بن منشه اطلاعی درباره دیدگاه برنارد لویس و نظریه ولایت فقیه ایشون اطلاعاتی نداشتند. خمینی با شادمانی فرستاده مناخیم بگین دوست قدیمی خود یعنی روت را پذیرفت. خمینی به روت گفته بود که او یگانه زنی است که وی حاضر است در یک اتاق دربسته با او به دیدار بنشیند. روت در محل اقامت خمینی دیدار درازمدتی با او برگزار کرد و سپس یکسره نتیجه دیدارش را با خمینی به مناخیم بگین گزارش داد. بر پایه مطالبی که از نتیجه دیدار روت با خمینی از دفتر نخست وزیری اسرائیل به تحلیلگران اطلاعاتی این کشور ارسال شده بود، ملاقات روت با خمینی بسیار دوستانه برگزار شده بود. خمینی آشکارا به روت گفته بود که یهودیان ایرانی شهروندان ایران پنداشته می شود و اسلام به موسویت یا آیین یهود و تمام سایر ادیانی که به بدعت و فساد عقیده نگراییدند احترام می گذارند. خمینی افسوده بود که وی اجازه نخواهد داد بهائیان ایران به انجام فرایض مذهبی خود ادامه دهد، زیرا شرح اسلام پیامبرانی را که پیش از محمد ظهور کردند و حالا اینا چیزهای دینیه. خمینی به روت گفته بود که دولت اسرائیل در سرزمین فلسطین یک بدعت است و چنین دولتی نباید در سرزمین فلسطین وجود داشته باشد. خمینی به این موضوع اشاره کرد بود که مکه و مدینه باید از زیر یوغ سعودی آزاد شود. این نکته اصلی دقت بکنید. پیام خمینی به بگین، مناخیم بگین، بسیار آشکار و واضح بود. اسرائیل هیچ گونه نگرانی از ایجاد یک حکومت اسرائیل اسلامی به وسیله ما، اینجا رو دقت بکنید، اسرائیل هیچ گونه نگرانی از ایجاد یک حکومت اسلامی به وسیله ما در ایران نباید داشته باشد. برنامه کار ما نخست روبرو شدن با دشمنان عرب ما است. این پروژه قدیمی دولت اسرائیله.
پس از آنکه حساب من با عرب روشن شد، آن وقت درباره اسرائیل فکر خواهیم کرد، اندیشه خواهیم کرد. اسرائیلی ها از دریافت این خبر بسیار شادمان شدند. خب حالا من یه بخش دیگر رو هم اگه پروانه بدین براتون این رو، حالا به اینم اشاره میکنه که اینا میان یه عده خلبان رو میفرستن، هواپیمای ایران رو میدزدن و منتقل میکنن. اشاره میکنه که صدام حسین روز به روز داشته قدرتمندتر میشده، برای اسرائیل خطر بسیار زیادی بوده. اشاره به فروش اسلحه میکنه و کمک به ایجاد جنگ میان ایران و عراق و تثبیت قدرت جمهوری اسلامی از راه بروز جنگ. هنگامی که صفحه 80، هنگامی که صدای تبل جنگ بین عراق و ایران در اروپا شنیده شد، گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در خارج از ایران آمریکا را زیر فشار گذاشتند از اسرائیل بخواهد تا برای انجام کودتایی در ایران به آنها کمک کند. اما حکومت اسرائیل که در این زمان به این عقیده رسیده بود که منافع ملی اسرائیل ایجاب می‌کند که این کشور رژیم خمینی را در قدرت نگه دارد، به درخواست آمریکایی‌ها پاسخی نداد. این یعنی چی کردمان خسروی؟ اینها رو بگذارین کنار اون خزعبلاتی که یک نفری اومده دم. حالا یه سری حرفا رو نمیخوام بزنم. خب حالا فهمید کردم. این تیکه آخر رو هم من براتون بخونم. در پاییز سال 1980 بگین نخست وزیر اسرائیل دستور داد یهوشوا ساگی، رئیس اطلاعات نیروهای دفاعی نظامی اسرائیل، و ناچوم ادمونی کفیل موساد، کمیته مشترکی از نیروهای دفاعی و سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل برای روابط ایران و اسرائیل تشکیل دهند. هدف کمیته مشترک مذکور هماهنگ کردن کوشش‌های هر دو سازمان اطلاعاتی برای تهیه و فروش جنگ افزار به ایران به منظور جنگ با صدام حسین بود. به خواب رفتگان برخیزید. سبب کمک اسرائیل به خمینی روشن بود. اگر ایرانی ها در برابر عراق جنگ می کردن، سربازان آنها به جای سربازان ما کشته می شدن. ای توف بر شرف ایرانی نماهایی که از بام تا شام دارن لای دست و پای اینا مثل کرم می لولن. به راستی مثل کرم دارن می لولن. بلکه سبب تمام شدن پولهای کشورهای عرب می شد. از نقطه نظر حزب لیکود پس از کنفرانس کمپ دیوید، اسرائیل اهمیت خود را به عنوان یک سرمایه استراتژیکی برای آمریکا از دست داده بود. کشورهای میانه روی عربی مانند مصر، عربستان سعودی و اردن هنوز ضد اسرائیلی بودند، ولی با دولت آمریکا پیوند خورده بودند و اسرائیل روز به روز بیشتر در دنیا تنها می شد. بنابراین ظهور خمینی در ایران برای اسرائیل موهبتی بود که کمتر در درازای سالهای زیاد در این منطقه روی داده بود. خمینی یک فرد رادیکال ضد آمریکایی و ضد عرب بود. او گویی برای انجام هدفهای ما روی کار آمده بود و ما باور داشتیم که منافع امنیت ملی ما ایجاب می‌کرد که به او کمک و یاری دهیم. همیهن این بخش آخر رو هم که خوندم از صفحه 92 کتاب پول خون نوشته افسر بلندپایه امنیتی موساد، یعنی آری بن منشه، ترجمه استاد روانشاد پروفسور مسعود انصاری بود. کدبان خسروی، اینو من نمیگم، شما نمیگید، آصف کیا نمیگه. این سخنانی که من امروز به کار بردم، گفتم، بخشیش از کتاب پول خون بود، از نوشته های ارزشمند استاد شاپور سورن پهلو بود. خیلی ها به اینها پرداختن، متاسفانه بایکوت شدن، در سکوت خبری و به اینها پرداخته نشد. اینها در خیلی جاها اجازه نداشتن برن بشینن حرف بزنن. اون موقع هم که این برنامه زنده فیسبوکی نبوده که. دقیقا. حتی اینها جلوی کودتا در ایران رو میگیرند. من متاسفم برای این کسانی که ادعا میکنند به دروغ، مشتی منفعت طلب و پوزش میخوام،
نمیخوام بی ادبی کنم، من اینها رو زالوهای سیاسی سیاسی نما میدانم. مدارک بسیاری گواه این هست که کودتای پایگاه شاهرخی توسط موساد لو رفت و در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت و این باعث از دست رفتن جان بسیاری از افسران وطن پرست و با شرف ایرانی بود که خواستند در همون اوان جمهوری اسلامی رو ساقط بکنند. از این دست حوادث بسیار است. حالا نمیدونم، یکی گفته من خواب نما شدم، یکی گفته یه نفر به من اون بنی صد که میگفت یکی به من زنگ زده بود گفته بود آقا از بابا بیا، آخه چی من باید بگم به خدا قسم دیگه، یک سری حرفایی رو آدم میشنفه که دیگه فقط خنده، فقط باید بخندی. به هر روی میخوام این رو خدمتون بگم هموطنان، من فرض اولم رو میگذارم که پارسی زبانانی که در اسرائیل زندگی میکنن با عشق به ایران زندگی می کنند اما آگاه نیستند، در جریان این اتفاقات قرار ندارند، با واقعیت آشنایی ندارند. اگر آنجا ایشان کمپین کردند و در دهان آقای ادی کوهن زدند به خاطر حمایت از تجزیه طلبان ایرانی، اگر آنجا راهپیمایی کردند و از دولتشون خواستند که جلوی ترور جوانان ایران در داخل ایران رو بگیرند و به جای ترور دانشمندان ایرانی سران رژیم جمهوری اسلامی رو ترور بکنند، آقایون خامنه ای، آقایون عسکرولادی، آقایون لاریجانی، آقایون احمدی نژاد، اینا رو ترور بکنن، باید موقع من میتونم بپذیرم که این پارسی زبانانی که در اسرائیل هستند خیلی هم عشق ایران دارند و راست میگویند که در تلاشند برای دوستی بین ملت ایران و اسرائیل و اینا ریشه در خاک دارند. اگر نه، کماکان سخنان ادی کوهن را می آورند و تبلیغ می کنند و می آیند می گویند که ایشون منظورش از نمی دونم اون خلیج با اون اسم جعلی خلیج عدن بوده و از شبه جوک های این چنینی تعریف می کنند و به حضور شما عارضم که در پی توجیه و فرار از واقعیت هستند و هر آن که از اینان خورده میگیرد به او حمله میکنند. من بی تعارف به شما بگم، ما در مقابل یک دولت در قدرت به نام جمهوری اسلامی ایستاده ایم، جان خودمون، خانواده خودمون رو به خطر انداخته ایم، تا به کنون پای مردانه پاش ایستاده ایم. شما هم به جمع آنها اضافه شوید، هیچ مشکلی ما نداره. جلوان خسروی، ایران درود بر شما. من میتونم یه خواهشی از شما بکنم؟ استدام برای که ما نشون بدیم هممیهنان یهودیمون رو بسیار دوست داریم، کسانی که خودشون رو ایرانی میدونن و دلشون برای ایران میتپه، از شما خواهش میکنم پایان این برنامه رو با سخنان ارزشمند کدوان آصف گیاهی گرامی درباره استاد بدی اجازه کدوان آصف کیا هموطنان، این رو من به نقل میگم، جناب کدوان آصف کیا حقیقت از من خدا نگهدار گفتند و از برنامه خارج شدن، اما آنچه که به من آموختن، الان تشریف دارن پای برنامه، شنونده برنامه هستن، من از ایشون آنچه که شنیده ام رو برای شما هموطنان یاد میکنم. من یکی از عناوینی که برنامه برای برنامه امشب در نظر گرفته بودم و پیشنهاد بنده بود این بود که از استاد امیر مهدی بدی تا منشأ امیر و کدوان آصف کیا
به من نهیب زدن که این کم لطفیست به استاد امیر مهدی بدیع که نام ایشون رو در مقابل یک در برابر یک ایران ستیز مانند این آقای منشه امیر از شب خدمت ما منشه امیر بنیانگذار رادیو اسرائیل در کنار یک دیگر گذاشتن. این توهین رو من بر نمیتابم و درسته که هر دوی این عزیزان یهودی هستند، اما او یک یهودی ایران پرست وطن پرست با وجدان که خادم خاک مادری بوده و این یک وطن فروش بی وجدان ایران ستیز است که هنوزم بر همین طبل دارد میکوبد. لذا بردن نام این دو در کنار یکدیگر توهین بزرگی است به ایشون. درود بر شما. هموطنان عزیز، جهت اطلاعتون بگم که من با افتخار اینو عرض میکنم از نقل قول جناب آصف کیا که ایشون خودشون رو دقت بکنید، جناب آصف کیا خودشون رو از شاگرد مکتب استاد امیر مهدی بدیع میدونن و ایشون یک یهودی هستن. بنابراین ایران پرستان با یهودیان دشمنی ندارند. ما با ایران ستیزان دشمنیم از هر فرقه و دست و گروهی که باشه. درود بر شما. ما با آنانی که درب دروازه اصفهان رو به روی لشکر اسلام باز میکنن دشمنی داریم و الا یهودیان هزارها در مملکت ما با آسایش و آرامش زندگی کردن در کنار ملت ما. و یک مطلب بسیار مهمه که به این جمع بیافزایم که شما در وصف یک زرتشتی پاک نهاد آنقدر کم آورده اید که او رو به مقام پیامبری رسوندید، کوروش بزرگ رو. یعنی در وصف والایی یک زرتشتی پاک نهاد او رو پیامبر دونستید و این در کتاب شما هم ثبت شده. لذا ما دشمنی با شما نداریم. کدبان، در کتاب مقدس این عزیزان از معرفت رو به 10 بخش تقسیم کردم. من اینجور که داشتیم به اتفاق بررسی خرد رو، بله آصف جان فرمودم، بله خرد رو در تلمود، بله بله در تلمود خرد رو به 10 بخش تقسیم کردن و گفتن در تلمود گفته از کتاب مقدس شما 9 بخش آن نزد ایرانیان است. یعنی فقط شما 1 بخشش رو دارید، در تلمود شما آمده است. حالا کمر به قتل ایرانیان بستید و ایران رو میخواید نابود بکنید، بدیهیه که شما کمر به قتل اون 9 بخش عقل بستید. بدیهیست که یک ایرانی اگر باقی بماند تا ابد با شما ستیز خواهد کرد. کدبان، من بحث رو در همین جا خواهش میکنم به خاتمه میرسونم. اگر شما فرمایشی هستش با من گفته من سپاسگزاری از شما که این گونه برنامه ها رو با بزرگواری فراهم میفرمایید، از همیهنان گرامی که در این برنامه باشنده بودن بی اندازه سپاسگزارم و بگویم ما نخستین ملتی بودیم که یاد گرفتیم که راستی بهترین نیکیست، خوشبختی است. خوشبختی از آن کسی است که راست باشد و خواستار خواستار نیکی. یعنی خوشبختی مردمان جهان رو خواستیم، خوشبختی مردمان جهان رو، و همیشه نگاهمون ایرانی بوده است
و سپس همچنین جهانی. خوشبختی ایران و همچنین جهان رو خواسته ایم. همیشه گفته ایم همازور بیم، همازور هما اشوبیم، همبسته باشیم و با همه نیکان جهان همبسته باشیم. بهترین ها رو برای شما، برای آصف کیای گرامی و برای همه ایرانیان در سراسر جهان، به ویژه کسانی که در کشور مقدس ایران زندگی می کنن، خواست دارم. درود بر شما. پایان بحث. خدا نگهدار. جاوید شاه.